این پیام یکی از فردای روز نمایشگاه از مردم دریافت کرد. تسلیم نشد. حتما. ولی برای اینکه موتر دوم ساختش 5 سال زمان نبره، نیاز داریم تا یه موتر بسازیم با 5000 تا دونه که فقط این یکی قرار نصب بشه روی موتر. بقیه‌اش قرار نصب بشه روی دیوار خونه شما. میدونم رقم 200 دلار برای یه دونه تندیس رقم زیادیه، ولی دانش فنی و تکنولوژی که برای افغانستان برنامه میاره غیر قابل ارزش بوده. و فقط این نیست، در پایان یک سال قراره که اون موتر هدیه داده شه به قید قرعه به یکی از دوستانی که این تندیس رو روی دیوار خونه‌شون داره. میدونم 5000 تا عدد بزرگیه، ولی فقط کافیه شروع کنیم. سیتای اولش آماده است. اینجا هم جای پیام شماست. این تندیس ها قراره دیوار نمایشگاه بعدی ما باشه. یک دیواری با 5000 پیام از طرف یک ملت 5000 ساله. راه ارتباطیمون تا تکمیل شدن وبسایتمون که 3 هفته دیگه است همون راه قدیمیه، 2093-785-334-300. ممنون از اینکه اعتماد میکنی. محمدرضا احمدی بودم، پسرت. برای رشد یک ملت، برای رشد یک مملکت یا موفقیت یک کشور چند چیز لازم است عزیزان من. اولش حمایت از نسل جوان و نیروی جوان است، چون نیروی جوان در یک مملکت من حیث ستون فقرات یعنی مملکت است، نیروی کاری هست، هم از لحاظ دین، هم از لحاظ تجربه و هم از لحاظ آنچه که شما امروز در دنیا میبینید، پرکارترین، پر انرژی ترین، پرتوانترین نیرو نیروی جوان است. باید از این حمایت صورت بگیره. ولی متاسفانه خیلی دردآور است که نیروی جوان مملکت ما امروز سایه شده روان است. چیزش در کشورهای بیگانه سرگردان روان است. قسمتی از او در دریاها غرق میشه. قسمت بزرگی از این نیروی جوان بالغ بر 3 میلیون معتاد و مواد مخدر هست، در به در و خاک به سر و سرگردان روان است. ولی همین انگیزه تا هنوز پدید نیامد که بیاییم از این نیروی جوانمان حمایت بکنیم. اینها من حیث بازوی قوی هستند به تعبیر رسول صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم که من از طرف بزرگان رد شدم و از طرف جوانان پذیرفته شدم. و خود پیغمبر در عمل کردش همیشه برای جوانان اهمیت بسیار بالای قائل بود. و همون لحاظ شما میبینیم که در بخش تجارت، در بخش تعلیم، در بخش سیاست، در بخش مبارزه، در همه ابعاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوانان را تشویق و ترغیب میکرد و همیشه به اینها مسئولیت میداد. حتی در آخرین لحظات حیاتش فرماندهی کل نیرو را یک جوان انتخاب میکنه که در تحت امر او باید ابوبکر هم باشه، عمر هم باشه، عثمان هم باشه، علی هم باشه. اهمیت میداد بر اینا. حمایت از اهل تخصص و دانش در یک مملکت. مثلا این چند تا جوان عزیز ما، انجینر صاحبای عزیز ما که این موتر را اختراع کردن و یک افتخار آفریدن در مملکت ما و این ماشین ساختن امروز حداقل باعث خوشنودی هزاران هزاران هموطن ما شد. بعد از اینا حمایت صورت بگیره. از او دکتر متخصص واقعی ما باید حمایت صورت بگیره. از او انجینر و مهندس عزیز ما باید حمایت صورت بگیره. از او اهل فن و دانش ما باید حمایت صورت بگیره. از او هنرمند عزیز ما، نه هنرمند به معنای رقاصی و خوانندگی، کسی که واقعا هنر داره که میتواند گوشی از مشکلات مملکتش حل بسازه، از او باید حمایت صورت بگیره تا باشد که بالاخره ما به طرف رشد و خودکفایی پیش بریم. و این قضیه برای موفق شدن گام سوم حمایت از تولیدات داخلی وطن هست. اشد ضرورت.
یک مملکتی که آردش از یک کشور وارد بکنه، گندمش از دیگه کشور وارد بکنه، برقش از دیگه کشور وارد بکنه، تمام ضروریات دیگه از دیگه مملکت وارد بکنه، چطور میتونه موفق بشه؟ ما باید از همه اقشار جامعه یا ما کسایی که اهل زراعت باید ازش حمایت صورت بگیره تا تولیدات بیشتر داشته باشه، گندم بیشتر به اصطلاح زراعت بکنه، از اهل تخصص ما باید حمایت صورت بگیره، از آنچه که در این وطن رنج دیده تولید میشه از او باید استفاده بشه. استفاده از تولیدات داخلی به معنای رشد واقعی یک مملکت است. ولیکن متاسفانه در جامعه ما خودتان بهتر میدانید ما انواع و اقسام میوه‌جات زیبا را داریم. ما حاضر نیستیم از نمی سیب وطن خود، از انگور وطن خود، از زردالو و شفتالو وطن خود، از تربوز و خربوزه وطن خود استفاده بکنیم. میریم مثلا میوه‌ای که از دیگه کشور در مملکت ما میاد از او به قیمت بسیار گران میخریم استفاده کنیم. به طور مثال شما تصور بکنید در محافلتان، در مجالستان از کدام میوه بیشتر استفاده میکنید؟ وقتی در مارکت میوه میره برات میگه که ای از اندونزی آمده و نمیفهم به اصطلاح ای از کدام کشور آمده و ای از کدام کشور آمده و ای از مالزی آمده و ای به اصطلاح از پاکستان آمده و ای از ایران آمده و ای از فلان، به جای اینی که بگیم ما بگذار اون میوه، ما از تولید وطن خود استفاده میکنیم، از ضروریات وطن خود استفاده میکنیم. این قضیه در خانواده وقتی میریم فرش و ظرف میخریم دنبال قالین ترکی و قالین ایرانی و نمیفهم قالین ژاپنی و فلان و فلان گشته روانی، در حالی که در وطن خودت بهترین فرش تولید میشه، چرا از استفاده نمیکنی؟ ما خواستیم از کسایی که در رأس امور هستی است که ببینید قلم به قلم جنسی که در مملکت خود ما تولید میشه، از این تجار عزیز ما، سرمایه گذارای عزیز ما حمایت بکنید و نگذارید که از دیگه کشور وارد مملکت بشه تا اینا رشد بکنه به معنای واقع. از زراعتکار ما حمایت کنید، از مالدار ما حمایت کنید، از شرکتدار ما حمایت بکنید، از دکتر و متخصص ما حمایت بکنید، از انجینر و مهندس ما حمایت بکنید، از دانشمندان و استادان ورزیده ما حمایت بکنید، تا باشه که ما برویم به طرف خودکفایی و به طرف رشد و ترقی. و خواست دین ما همیست، مسلمان باید خودکفا باشه. الله سبحانه و تعالی در نص صریح قرآن بر رسول صلی الله علیه و سلم چی خطاب میکنه؟ فاستوى على سوقی، سر پای خود باید ایستاد باشه، متکی به دیگران نباشه. اکثریت کشورها رو ببینید امروز خودشان برای خود تولید موتور دارن، تولید انرژی و برق دارن، صنعت و اختراع دارن، ولیکن چرا ما نتوانیم؟ چرا نمی ظرفیت ساخته نشه در وطن ما؟ چرا نمی برای مردم ما تعلیم داده نشه که باید حمایت بکنیم؟ آنچه که در وطنتان تولید میشه از اون باید استفاده بکنیم تا باشه که رشد بکنه نمی وطن. ما یک روز اگر تاجر عزیز ما آمد میگه که ما خودم شرکت لوله داریم، لوله رو تولید میکنیم، هم لولای ساختمانی که برای ساختمان استفاده میشه، میگه تولید ما را کسی نمیخره در حالی که به مراتب کیفیتش بهتر است او جنسی است که از کشورهای همسایه میاد. ما آخر مجبور شدیم میگه به یکی از کشورهای همسایه به یک کمپانی ازش اجازه خواستیم که ما دیگه به ما مارک شما و نام شما در افغانستان تولید میکنیم تا بیشتر فروش برسه. شما باور میکنید که در کشور خود ما او جنس به نام وطن وقت تولید میشه کسی رو استفاده نمیکنه، اما به نام کشور همسایه تولید میشه و میان استفاده میکنه؟ چرا اینقدر ظلم میکنیم ما در حق خود؟ قسم به پروردگار است تا زمانی که به خودکفایی نرسیم، به آزادی نمیرسیم، صاحب بزرگترین ثروت خب ولیکن محتاج در این مملکت. چرا؟ چون ما از متخصص ما به معنای واقعی حمایت نکردیم. ما اگر امروز نمو مهندس انجینر رو میداشتیم که منابع طبیعی ما را استخراج میکرد، چی نیازی بود که برای دیگران رو بگذاریم؟ ما اگر امروز نمو ظرفیت رو میداشتیم که از خودمان بعد بند برق میساختیم، از نمو متخصص ما حمایت میشد، چی نیازی داشتیم که دیگران برای ما بعد کار انجام بدن؟ ما اگر امروز در وطن خود از نمو طبیبی ماهر خود حمایت میکردیم که نمی مریض ما در این مملکت تداوی میشد، چی نیاز بود که سالانه میلیون ها دلار ما به اصطلاح به هند و پاکستان و ترکیه و ایران و این کشورهای دیگه بپردازیم به خاطر تداوی امراض؟ ما اگر نمو ظرفیت در مملکت خود ایجاد میکردیم، ازش حمایت میکردیم، چی نیاز بود که سالانه جوانان ما میلیون ها دلار
پول درس تحصیل بپردازن به کشورهای دیگه. چی ضرورت بود میلیون ها مهاجر ما امروز در دنیای دیگر زندگی بکنه؟ چرا در سرزمین خود جا نداشته باشه؟ بیاییم به خاطر رب العالمین برادروار با هم دیگر دست تعهد بدیم، این حیث برادر کنار هم ایستاد بشیم، بگذاریم دیگه این کلمات بدبو و چتر و کثیفی که به اصطلاح قوم فلان و قوم فلان و تعصب و نشنلیستی و این مربوط به فلان و این مربوط به فلان، ما همه برادر هم دیگر هستیم. اگر ازبک است، اگر تاجیک است، اگر هزاره است، اگر پشتون است، اگر پشه‌ای است، اگر ایماق است، اگر عرب است، اگر عجم است، هر کسی اگر هندو است در آن سرزمین زندگی میکنه، او قابل حرمت و احترام و برادر ما است. دست به دست هم بدیم تا وطن خود را از این مشکلات خلاص بکنیم. چقدر این روز مردم ما مهاجر در پشت دروازه‌های بیگانه در کمپ ها سر میبرن با خاری و ذلت و افتضاح. چرا؟ از دست برادر مسلمان خود جا نداره در مملکتش. مال و جان و آبرو به عزتش از دست همسایه مسلمانش در خطر است. چرا؟ ما باید این گونه مسلمان باشیم. در حالی که دین ما برای ما میگه مسلمان کسی است که باید دیگران از دست زبانش در امان باشه. بنان امیدوار هستم که همین فضایی که مساعد شده، اگر امروز جنگی دیگه وجود نداره در مملکت، بیاییم تصمیم بگیریم همه برادروار کنار هم ایستاد بشیم، همدیگر پذیر باشیم، حرمت بگذاریم به همدیگر. همه چیز داره رب العالمین در نمی سرزمین برای ما عنایت کرده، هیچ چیزی کم نداریم ما، جز این که به اصطلاح متاسفانه متفرق هستیم. ببینیم وحدت کم داریم، دست وحدت به همدیگر بدیم، کنار همدیگر ایستاد بشویم، همدیگر دوست داشته باشیم. به خاطر خدا هر کدام ما توانی که داریم در نمی مملکت رو به خرج بدیم. تویی که توانایی بنا کردن یک شفاخانه رو داری، یک شفاخانه بساز. اویی که توانایی بنا کردن یک دانشگاه رو داری، یک دانشگاه بساز، یک پانتون بسازه. اویی که توانایی بنا یک مسجد داره، یک مسجد بسازه. اویی که توانایی بنا یک پل داره، یک پل بسازه، یک راه بسازه، یک پارک سرسبزی رو ایجاد بکنه. اگر دیگه توان نداریم تشویق و ترغیب بکنیم، حمایت بکنیم از اون عزیزای ما که در نمی وطن تلاش میکنن، تا باشد که نمی مشکلات برطرف بشه، ما از نمی بدبختی نجات پیدا بکنیم.